کلاس لایف سر حال پر انرژی بوده باشین. ما تایم اول حرکت شناسی رو شروع کردیم، رفتیم تو دل ماجرا، رفتیم تو دل داستان، یعنی دیگه داریم میرسیم به جاهایی که لازم دارین دقت کنین، تمرکز کنین، مطالب رو استفاده کنین. خب بریم شروع کنیم. قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم من دو تا نکته بگم. ببینید بچه‌ها، یکی از چیزهایی که فیزیک رو خیلی قشنگ میکنه این ترکیب با ریاضیات، نکاتیه که شما لازم دارین از هندسه، ریاضی، شیمی جاهای خیلی زیادی در ادامه استفاده کنید برای پیشبرد کارتون. خب متاسفانه یا خوشبختانه یه سری از نکاتی که میگم از کتابتون حذف شده، اما هیچ اهمیتی نداره چون بنده خودم همه رو میگم. ملاکتون چیزایی باشه که من میگم، هر چی که میگم یعنی در حیطه کنکور یه اپسیلون لازمه سخت‌ترم کار کنم باهاتون، سوالای مفهومی تر. خب بریم شروع کنیم. زنگ دوممون رو به نام خداوند مهربان درس شروع شد. ببینین بچه ها، ما یه نکته از هندسه داریم، میگیم که اگر این یه دایره باشه، دست که نیست پرگاره، اگر یه دایره بکشیم ما از این نقطه شروع میکنیم، نگاه کن، از این نقطه، نقطه S شروع میکنیم رو دایره، یه کمان میخوام بزنم، یه کمان میزنم، میام اینجا، من یک دور روی کمان کاملا چرخیدم. مرسی از بچه ها که به موقع میرن رو تخته، شما کامل مطلب رو ببینید و براتون جا بیفته. من وقتی که یک کمان کامل میزنم میخوام ببینم اگر یه ماشینی باشم روی این کمان، فکر کن میدونه، روی این کمان دارم میچرخم، چقدر کیلومتر شمارم طی میشه، یعنی مسافت من چقدره. خب کاری که انجام میدم چیه؟ ببین منو، ما طول کمانو میخوایم به دست بیاریم، فکر کن مثلا یه دایره بوده، با نخ بوده، با پلاستیک بوده، با لوله بوده، بستیمش، حالا میخوایم بازش کنیم، میخوایم اگه اینو صافش کنیم ببینیم طولش چقدره، طول کمان. خب توی ریاضی یه نکته داریم، همیشه طول کمان برابر است با طول کمانی که طی کردیم، برابر است با آر ضرب در تتا. آر چیه؟ آر شعاعمونه، با آر بزرگم نمایشش میدم، میشه آر تتا. خب اگه من یک دور کامل بزنم از اس، یه دور پادساعتگرد بزنم، بیام سراغ نقطه اولم، اینجا طول کمانی که طی شده، آر که شعاع پارامتره نمیدونیم، پس طول کمان رو بخوایم به دست بیاریم میشه آر ضرب در تتا. تتا رو لطفاً به رادیان بگین، اگه گرادیان یا درجه بگین میشه 360 درجه، اما اگر رادیانش رو بخوایم بگین میشه 2 پی رادیان، پس من میگم آر ضرب در 2 پی. جا به جاش کن، همون 2 پی آر خودمونه، آشنا نیست؟ چرا؟ دقیقاً این رابطه چیه؟ محیطه، محیط دایره میشد 2 پی آر. پس یه نکته ای الان یاد گرفتی، طول کمان میشه آر تتا، یه رابطه کلیه، یه رابطه همیشگی، درسته. حالا اگر شما یه دور کامل بزنی بیای سر جات، 2 پی رادیان چرخیدی، پس طول کمان میشه 2 پی آر، یعنی محیط دایره. گاهی اوقات شما از اینجا که میای اینجا رو دایره، از نقطه S که شروع میکنی میخوای پاد ساعت گرد به چرخی 60 درجه میای، من طول این کمان به اندازه 60 درجه رو از شما میخوام. مهم نیست اگر بخواین طول کمان رو به دست بیارید، همون رابطه خودمون، طول کمان برابر با آر تتا، تتای 60 درجه رو قرار شد به رادیان بگین. یه نکته میدونین دیگه، به عنوان یاداوری، پی 180 بوده، پس 60 درجه میشه پی سوم، پس طول کمانش رو میخواییم به دست بیاریم میشه آر ضرب در پی سوم.
اگر من 90 درجه می اومدم، اگر من 90 درجه می چرخیدم، نگاه کن، از نقطه S شروع می کردم، 90 درجه می اومدم بالا. طول این کمان رو می خواستین حساب کنید، طول کمان رو می خواستین حساب کنید، دوباره می شد R تتا. فقط تتایی که چرخیدید 90 درجه است، 90 درجه میشه پی چندم، میشه پی دوم. پس طول کمانتون میشه آر ضرب در پی دوم. درسته دیگه، آر پی دومه. حالا یک سری از دانش آموزا با محیط میگن، میگن محیط دو پی آر تقسیم بر 4 میکنیم. خب همین میشه، دو پی آر تقسیم بر 4 میشه آر پی دوم، یا پی دوم آر. جا به جاش هم کنی همونه. پس این نکته رو یه جا یادداشت کنید تو جزوتون. نکته: هنگامی که متحرکی بر روی دایره، نکته، هنگامی که متحرکی بر روی دایره به اندازه تتا رادیان میگردد، طول کمان آن برابر آر تتا خواهد بود. طول کمان برابر آر تتا خواهد بود. پس این آر شعاع اون دایره هست. خب این از این نکته که لازم بود بدونین. اگه اسکرینش هم میخواییم بگیرین بگیرین. حالت 60 درجه رو گفتم، شد آر پی سوم. چند تا حالت مثال زدم، حالت 90 درجه یه چهارم محیط رو گفتیم، شد آر پی دوم. خب حالا بریم سراغ سوالمون. این نکته رو گفتم که سوال برسیم. پرسش: اگر یک متحرک بر روی دایره‌ای به صورت پادساعت‌گرد از آ به بی حرکت کند، جابجایی و مسافت رو حساب کن. آ و بی یه بار اینجاست، آ و بی یک بار اینجاست. بچه نقطه بی رو بعد اینجا بگیرین تو شکل پایینی. فکر میکنم حتی جزوه شما درست باشه، این ورژنی که برای استودیو من طراحی کردن بعضی موقع حروفش جا به جای. آ بی. خب من یک 30 ثانیه بهتون فرصت میدم آ رو حل کنید، بالایی رو، پایینی هم حل کنید. آ به بی، پایینی هم آ به بی. خب بیا با هم بریم چک کنیم ببینیم چی کار کردیم. قطعاً که درست حل کردید. ما از آ داریم به سمت بی حرکت میکنیم. خب اینی که من دارم براتون اینجا آبیش میکنم، هرچند که آبی رنگ قشنگی نیست، ولی خب دیگه حالا مجبوریم دیگه. الان هم که پرسپولیس بازی داره، به حق همین حرکت شناسی عزیز دعا کنید که مثل همیشه ببره دیگه. خب ما از آ داریم میریم به سمت بی. اینجا نقطه استارتمون بوده، اینجا استارتمون بوده، اینجا هم نقطه چیه؟ پایانمونه، یعنی اند. خب ما گفتیم وقتی میخوای مسافت رو به دست بیاری طول مسیره، اما جا به جایی اصلا به مسیر بستگی نداره. اول آخر رو به هم وصل کن، این میشه بردار جا به جایی شما. این بردار جا به جایی. من میخوام بردار جا به جایی رو براتون حساب کنم. اگر بردار جا به جایی رو حساب کنید، دقت کنید، شما اینجا با یه مثلث قائم و زاویه‌ای طرفین که این آر بوده، شعاع دایره، این هم آر بوده. پ-
پس بهش میگیم قائم الزاویه متساوی الساقین. اگر بخوایم وترش یعنی جا به جایی رو حساب کنیم، اگر بخوایم دلتا ایکسمون رو حساب کنیم، این دوتا رو باید به توان دو برسونیم. شاه ها رو پارامتری داریم حل میکنیم، آر به توان دو، آر به توان دو. بچه این محاسبه رو اولین و آخرین بار میگم، نگاه کن، اولین و آخرین بار خواهش میکنم همین رو یاد بگیر. آر دو به اضافه آر دو میشه دوتا آر دو، چون ضربن آر دو میاد بیرون میشه آر رادیکال دو. پس از اینجا به بعد اگه یه دیدی من گفتم آر رادیکال دو، یه بار اثبات کردم آر رادیکال دو. الان جا به جایی ما میشه آر رادیکال دو، حسابش کردیم. میخواییم مسافت رو حساب کنیم، ناچارن دوباره بابی میریم. اگر میخواییم مسافت رو حساب کنیم یعنی طول کمان رو حساب کنیم، الان نکتش رو بهت یاد داده بودم، مسافت میشه آر تتا، شعامون آره، به جای تتا مقداری که چرخیدیم رو میگیم. رادیان فقط لطفاً بگین به هم، پی دوم. پس میشه آر پی دوم. تموم شد. مسافتی که طی کردیم شد آر پی دوم. مقدار جا به جاییمون چی شد؟ مقدار جا به جاییمون شد آر رادیکال دو. به همین قشنگی. یک بار بیاین روال با هم دوباره اینو تأکید کنیم. بیا اینجا، بیا با من. من از نقطه آ میچرخم میرم نقطه بی. این رو قوس دایره، رو کمان، رو محیط دایره که دارم میچرخم، آبیه این مسیر مسافت حرکتمونه که میشه شعاعش ضرب در زاویه‌ای که چرخیدیم. طول این آبیه به دست میاد. فقط رادیان، تأکید کنم، فقط چی؟ رادیان. شد آر پی دوم، مسافت به دست اومد. جا به جایی رو میخواییم حساب کنیم، نقطه شروع و پایان رو به هم وصل کردیم، این دوتا رو به هم وصلشون کردیم، چقدر چرخیده بودیم، چقدر جا به جا شده بودیم. این در واقع وتره یه مثلث قائم الزاویه‌ای بود که یک ضلع آر، ضلع بعدیش هم آر. پس این دلتا ایکس ما به دست اومد آر به توان دو، آر به توان دو، دو آر دو که اومد بیرون شد چی؟ آر رادیکال دو. بریم یه دونه دیگه با عمل کنیم. بعدیمون چیه؟ بعدیمون این شکلیه. ما از نقطه آ رسیدیم نقطه بی. این آبیه میشه مسافتی که طی کردیم. خب مسافتی که طی کردیم رو اگر بخوایم محاسبه کنیم، این طول کمان میشه مسافتمون. خب ببین اگر مسافت رو بخوایم حساب کنیم میشه آر تتا. دوباره مینویسم آر تتا. لطفاً تتا رو رادیان بگیم. 60 درجه ای که چرخیدیم میشه پی سوم. پس میشه آر پی سوم. این میشه مسافت ما. خب چرا 60 درجه پی سوم بود؟ شد آر پی سوم. ما از طرفی این دوتا رو که به هم وصل میکنیم، نگاه کنین، این دوتا رو که به هم وصل میکنیم میشه بردار جا به جایی ما. این بردار جا به جایی مونه. بچه ها یه مثلث داریم. من این مثلث سبز رنگو میخوام براتون بیرون بکشمش. نگاه کنی. این مثلث سبز رنگی که دارین رو میخوام بیرون براتون بکشم. اینجا مرکز دایره بوده. این آره. این هم آره. خب. این بردار، بردار جا به جایی ما بود. اگر دقت بفرمایین میبینید شما یه مثلثی دارین که این ضلع آر، این ضلع هم آر، این زاویه 60 درجه است. خب اگر این زاویه 60 درجه باشه، چون آر و آرن متساوی و ساقینه، این دوتا زاویه همون هم با هم برابره و از اونجایی که متساوی و ساقینه 120 میمونه. پس این 60 بوده، اینم 60 بوده، این زاویه 60 درجه است، این زاویه‌مون هم 60 درجه است.
پس اگر دقت کنید ما مثلث متساوی و ساقینمون تبدیل میشه به مثلث متساوی الاضلاع. یعنی چی متساوی الاضلاع؟ یعنی این بردار جابجایی ما سبزه یه ضلع از مثلثیه که اضلاعش با هم متساوین، اضلاعش همگی با هم برابرن. پس نتیجه میگیریم دلتا ایکس ما برابر همون ضلعای دیگه است، یعنی برابر آره. پس جابجایی ما میشه آر. با من بیا روال، با من بیا روال. یه بار دیگه از نمای نزدیک اینو با هم بحث کنیم ببینم چی میگه سوال. ببین نگاه کن، ما 60 درجه از نقطه آ چرخیدیم. این آبیه میشه طول کمانمون یا مسافتمون. طول کمان یا مسافتی که داشتیم به اندازه 60 درجه چرخیدیم. آر ضرب در 60 درجه رو رادیان میگو پی سوم. پس مسافتمون میشه آر پی سوم. نوشتم بالا برات، اوکیه. اگه جا به جایی میخواییم به دست بیاریم، ببینین بچه ها، من دارم حالتهایی رو میگم که همیشه براتون میاد. الان شما اگر 60 درجه چرخیدین رفتین بالا، چون روابطتون ناقصه در حرکت شناسی، یه سری نکات از بردار حذف شده، ناخودآگاه نمیتونن همه زاویه ها رو بهتون بدن. زاویه هایی رو میدن که شما با اطلاعات بردار میتونین حلش کنید. الان این یکی از حالتهایی که شما با دانشتون میتونید حل کنید. این میشه بردار جابجاییتون. پس یه مثلث تشکیل میشه که این ضلع آره، این ضلع هم آره، این زاویه 60. تا اینجا مثلث متساوی و ساقین داریم که دوتا ساق یعنی ساقینش، ساقین دیگه، هاتان و هاتین است دیگه. دوستون میاد تو عربی؟ نخوام عربی درس بدم، آقای علیزاده درس میده خدا بمب. این دوتا با هم برابرن، این آره اینم آره. پس بنابراین این دوتا زاویه‌مون با هم یکسانن. این 60 باشه برای این دوتا میمونه 120. اگر قرار مساوی تقسیم کنیم میشه 60-60. خب اگه بشه 60-60، این زاویه 60، اینم 60، اینم 60. پس مثلث متساوی و ساقینمون میشه متساوی الاضلاع، یعنی همه اضلاعش با هم برابرن. پس جا به جای شما هم مثل این دوتای دیگه است، اونم میشه آر. جا به جایی به دست اومد، آر مسافتمون شد آر پی سوم. نسبتشو خواست میگیم، مقدار خواست جایگذاری میکنیم. اینم یه حالت مهم دیگه. خب بریم در ادامه ببینیم چی شد. خواستم این تیپ سوالا رو کامل دیده باشین. این دایره ها خیلی رو مخه بچه هاست وقتی دارن تست میزنن. خب پرسش میگه متحرکی بر روی دایره ای به شعاع 20 سانتی متر از نقطه آ با تندی ثابت 9 متر بر ثانیه شروع به حرکت پاد ساعتگرد کرده. چه سوال قشنگی. یعنی هر ثانیه‌ای که داره میره 9 متر حرکت کرده، پاد ساعت کرد. سرعت متوسطشو، آها، سرعت متوسطشو در مدت 20 ثانیه میخوایم. یه 5-6 ثانیه وقت میدم سوالو بخونین، فکر کنین چی میگه. بچه‌ها پی رو هم میتونید 3 بگیرین. لایو، کلاس لایو. خب سوال خوندین، حالا بیا من حلش کنم. خیلی سوال جذابیه، یکی از قشنگترین سوالا میتونه باشه براتون. متحرک ما با تندی 9 متر بر ثانیه میره. تندی چی بود؟ مقدار مسافتی بود که طی می‌کرد. هر ثانیه 9 متر رو دایره میچرخه.
حالا اگر به ما گفته در مدت 20 ثانیه، فعلا اصلا دلم نمیخواد روابطون چیزا رو بیارم تو بازی، دلم میخواد با شهودتون با منطقتون بهم بگین عدد رو بده به صورت واسه مخرج یک بذار، هر ثانیه چند متر میچرخه؟ 9 متر. پس اگر قرار 20 ثانیه بچرخه، مقدار مسافتی که میتونه طی کنه برابر میشه با هر ثانیه 9 متر. 2 ثانیه 2 نهتا، 3 ثانیه 3 تا نهتا، 20 ثانیه خب 20 تا نهتا، 20 تا نهتا 9 سانتی متر میشه 180 سانتی متر. حالا بحث اینه که تا کجا بیاد بشه 180؟ ما الان درکی از این نداریم که تا کجای دایره بیاد 180 بشه. شما با حواس کامل شیشتونگ منو ببین. من اینجوری حلش میکنم. اول میرم میخوام یه معیاری دستم بیاد بدونم تا اینجا چنده، تا اینجا چنده، تا اینجا چنده. پس میرم محیط رو حساب میکنم. اگر برم محیط دایره رو حساب کنم میشه 2πr. پی هم که گفته 3 بگیریم. میگیم 2 تا 3 تا شعاع رو به همون چند داده؟ 20 سانتی متر. خب این که میشه 40 120، یعنی محیط ما 120 سانتی متره. دانش آموز میگه آقا اجازه یعنی چی؟ یعنی محیط ما 120 سانتی متره، بعد چجوری این لعنتی 180 سانتیمتر چرخیده؟ میگم بابا آروم باش، شما اگه یه دور کامل بزنید طول این محیط میشه چقدر؟ 120 سانتی متر. حالا که 180 سانتیمتر چرخیدین، یعنی یه دور کامل زدین شده 120 تا، چند تا اضافه تر مونده نسبت به این؟ 60 سانتیمتر. پس یعنی 180 سانتیمتر ما از یه دور کامل بیشتره، یعنی دایره ما، متحرک ما رو دایره 180 سانتی متر رو میگیریم یه 120 سانتی متر به اضافه یه 60 سانتی متر. این 120 سانتی متر میشه یک دور کامل. یه دور کامل رو دایره چرخیده. یعنی از اینجا شروع کرده، یه دور کامل زده اومده اینجا 120 رو رد کرده. حالا 60 سانتی متر دیگه باید بره. ببین که اوکی شد، ما میخواییم کلن 180 تا بچرخیم، محیط رو که حساب کردیم 2πr شعاع 20 بود شد چقدر؟ 120 سانتیمتر. پس از این 180 120تاشو بیاد یه دور کامله، 60تاش مونده. من میخوام بدونم این 60 سانتیمتر چقدر از یه محیط کامله. فکر کنم ذهنی بتونی بگی یه دور کامل بزنی میشه 120 سانتی متر. اگر 60 سانتی متر بزنی چی؟ آفرین، نصف محیط. یعنی شما حرکت واقعیتون اینجوری بوده بچه ها. از این نقطه شروع کردین. یه دور کامل زدین تا اینجا چقدر؟ 120 تا. حالا رفتین جلوتر، یه نصف محیط هم اومدین. حرکت واقعی شما اینجوری بوده. چه سوال خوبی تعلیفی بهتون دادم، میبینی؟ یه دور کامل زدی 120 تا شده، حالا 60 تا دیگه مونده. اون 60 تا به اندازه نصف محیطه. اگه اینجا رو میخوای ببینی چه جوری بری، اینجوری به من بگو. بگو یک محیط یک دور کامل، یک دور کامل به اندازه چقدر؟ 120 سانتی متر. پس من اگر میخوام 60 سانتی متر برم میشه چند دور؟ علامت سوال رو طرف این وسط این کنی میشه یک دور، نصف دور، ببخشید نصف دور، نیم دور کامل. نیم دور کامل یعنی یه تیک آبی بالا. پس بچه ها استارت شما اینجا بوده، استارت اینجا بوده. ما وقتی به همون میگه سرعت متوسط رو بگو، سرعت متوسط the average یعنی مقدار جابجایی نسبت به زمان. جابجایی به مسیر بستگی نداره، چشتو ببند، اصلا مهم نیست کجا بوده. با من بیا رو وال ببینم. شما از اینجا شروع کردی،
یه دوره کامل زدی، بعد اومدی اینجا. آقا چشتو قرار بود ببندی به روی مسیر، مسیر به شما ارتباطی نداره تو جا به جایی. پس اولش که اینجا بودی دیدیش، چشتو ببند. خواهش میکنم چشتو ببند. من میخوام یه دوره کامل بزنم بعد بیام اینجا. شما چشت بسته، یه دوره کامل زدم، حالا یه نیم دور میام، چشتو باز کن. رسیدی اینجا، آخرش اینجاست، اولش اینجا بوده. به درک یک و نیم دور زده، میتونست 1000 و نیم دور بزنه، میتونست 999 دور بزنه، بعد نیم دور بره جلو. اول کجاست؟ آخر کجاست؟ همین، تموم شد. پس استارت شما اینجا بوده، پایان اینجاست. این میشه بردار جابجایی شما. این میشه بردار جابجایی شما. این میشه بردار دلتا ایکس. خب بگو ببینم چقدر جابجا شدی؟ به اندازه یک قطر. جابجایی شما به اندازه یک قطر کامله، یعنی دو تا شعاع. شعاع 20 بوده، دو تا قطر میشه 40. 40 سانتی متر حرکت کردی تو مدت چند ثانیه؟ کلن 20 ثانیه هم طول کشیده. پس میشه 40 سانتی متر تقسیم بر 20 ثانیه. جواب 40 به 20 میشه 2 سانتی متر. 2 سانتی متر بر ثانیه. واحدشو من بالا مجبورم بنویسم. 2 سانتی متر بر ثانیه. میتونیم SIش کنی، وی اوریج رو به جای 2 سانتی متر بر ثانیه تقسیم بر 100ش کنی، میشه 0.02 متر بر ثانیه. این شد جواب شما. بیشتر از یه دوره کامل زده بودی. خیلی تست قشنگی بود. خب خیلی اوکی. بریم سراغ تست های بعدیمون. من یه تست به شما میدم، اینو میخوام اصلا شما حل کنید. قبل اینکه من هیچ حرفی، سخنی، حدیثی، چیزی بگم، میخوام شما فکر کنید. بیا با هم بخونیم ببینیم چی میگه. میگه پرنده‌ای که با تندی ثابت پرواز میکند، ابتدا 30 متر به طرف شمال، سپس 40 متر به طرف شرق و سپس 120 متر به طرف بالا پرواز میکند. جا به جایی و مسافت طی شده رو به دست بیار. لطفا اول جا به جایی رو به دست بیار، بعد برو مسافت. مسافت ساده است. 30 ثانیه فرصت دارید. خب اگر تفکر کردین، فکر کردین، بیاین ببینم، بیاین ببینم اتون. دانش آموز اینجوری حل میکنه. کلن یک سری از دانش آموز ها که کلن جهتیابیشون داغونه، تو دیواره. مثلا آدرس داره میپرسه، میگی که کجای خیابونی؟ میگه من روبروی سوپرمارکت فلانی هم. بعد دوستش که اونجا رو بلده میگه خب بیا بالا. اون بالا رو نمیدونه، اون میگه بیا بالا، اون میره پایین. حالا نمیگم چه تیپ دانش آموزی، خودتون میدونید. جهتیابی خیلی مهمه. اینجا هم همینطور. دانش آموز چجوری حل میکنه؟ دانش آموز چجوری حل میکنه؟ میگه پرنده ابتدا 30 متر رفته شمال. پس از اینجا شروع میکنه. سی متر رفته کجا؟ شمال. میگه خب آقا کاری نداره بیا. 30 متر رفته شمال. میگم خب بیا تا آخر بریم ببینیم چی میشه. بعد از اون چه اتفاقی افتاده؟ 40 متر رفته شرق. شرق میشه راست دیگه. 40 متر رفته شرق. میگه اینم اوکی.
120 متر به طرف بالا پرواز کرده. میگه آقا اینم 120 متر به طرف بالا. برو واسه بچه ملات تعریف کن آقا. بگو دانش آموزای کلایوم خودان. بعد جا به جایی رو میخوام. این خودت چجوری با کلاس مینوشتی؟ استارت اند. این دوتا رو به هم وصلشون میکنم. بیا آقا. کاری داشت جو میدی سوال سخت، سوال خوب، سوال مفهومی، فیزیک اینجوری فیزیک اونجوری، و اصلا کلاس نیومدم اینا رو بلد بودم. میگم خب باشه دمت گرم، هیچی نگو دیگه. میگه ببین 40 تا رفتم راست، 150 تا هم رفتم بالا. یه مثلث قائم و زاویه میسازه که این ضلعش 40، این ضلعش هم 150. میگه جابجایی میشه 40 به توان 2 به اضافه 150 به توان 2. میگم آقا اصلا من نمیدونم فازت با خودت چیه، چی داری چرت و پرت مینویسی؟ میری بالا رفته، شمال اومده، اینجوری رفته، این چرندیات چیه؟ نصف دانش آموزا این تست تو آزمون میدم شروع میکنن اینجوری حل کردن. رفته شمال، شرق، بالا. یه سوال از شما دارم، بیا اینجا منو ببین ببینم. 30 تا رفته شمال، 40 تا شرق، 120 تا رفته بالا، اینجوری میکشی؟ یعنی حرف من اینه شمال رو با بالا یکی میگیری؟ شمال بخوره تو سرت. اینا که یکی نیستن. گوش کن به من، گوش کن که باید چند تا نکته خیلی حرفه‌ای برای این سوال بگم بعد بریم حل کنیم. یه لحظه دوربین همینجا نگه دارید، یه لحظه دوربین همینجا نگه دارید، من امروز این ابزار استدیو رو خیلی لازم دارم. آقا ببین منو، نزدیکترین حالتی هم که میتونم بیام و من بگید. خوبه آقا، اینها صفحه رو میبینن کامل؟ مرسی. ببین این صفحه یه کاغذ شماست، یه صفحه است دیگه. شما تو صفحه، یعنی فقط تو اینا، جای دیگه نه، فقط تو این چند تا جهت اصلی دارید. میشه به من بگی؟ میگه آقا خب اوکی، اگر ما اینجوری وایسیم سمت راست میشه شرق، سمت چپ میشه غرب، اینجا رو میگیم شمال، اینجا رو میگیم جنوب. میگم آفرین، تو صفحه 4 جهت اصلی داریم. اوکی، حالا سوال من اینه، اینو بهش میگی چی؟ شمال. درستش اینه، اینو بگی شمال، اینو بگی جنوب، اینو بگی شرق، اینو بگی غرب. من دارم حرکت میکنم، من یه آدمم، دارم حرف کنم، پرنده است، داره بال میزنه را میره، البته ببخشید، بال میزنه میاد کجا؟ شمال. بعد یه ذره بال میزنه میره کجا؟ شرق. نمیتونه پرنده اینجوری بال بزنه؟ اینو به چی میگی اینجوری بال بزنه بیاد؟ این دیگه تو صفحه نیست، این تو چیه؟ این تو فضا. غرب، شمال، جنوب. در فضا بخوام بگم 6 جهت اصلی داریم. اینه شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا، پایین. این میشه جهت های اصلی ما. الان منو نگاه کن، منو ببین، من اینجا. قرار بود اینجا رو بگیریم مثلا شمال، فرق نمی کنه، به جهت ایستادن شما بستگی داره. اینجوری وایسی اینجا شماله، این شرق، این غرب. اینوری وایسم این شماله، این شرق، این غرب، این جنوبه. الان من دارم راه میرم، 10 متر میام به سمت شمال. اون دوربین بالا رو به من بدی فکر کنم همه بهتره. من یه بار دیگه میرم، من از اینجا 10 متر میام به سمت کجا؟ شمال. من قشنگ از اون بالا میبینین دیگه. بعد میرم سمت کجا؟ شرق. بعد مثلا میرم کجا؟ غرب. بعد میرم جنوب. باشه اوکی، حالا اگه اومدم جنوب اینو چی میگین؟ اینو چی میگین؟ نگاه کن منو، اینو چی میگین؟ بیا من الان کجا اومدم؟ از حالتی که بودم 5 متر فکر کن مثلا نشستم، مقیاس دیگه مهم نیست، 5 متر نشستم. یا از حالتی که بودم 3 متر میرم اینجا. من دارم تو فضا حرکت میکنم آقا. شمال، جنوب، شرق، غرب. حالا اگه از اینجا اومدی میشه بالا، این ورا بهش میگیم چی؟ پایین. ما 6 جهت اصلی داریم، این نکته یادت نره. یه جا توی جزوت یادداشت کن چه نکات مهمی دارم این جلسه میگم، یعنی بی‌نظیر بود. خوب گوش کن که فقط مو به مو تو ذهنت حک بشه.
نکته یه نکته یادداشت کنین زیر همین سوال هم ریز بنویسین ایراد نداره در صفحه همواره چهار جهت اصلی وجود دارد در صفحه چهار جهت اصلی وجود دارد داخل پرانتز شمال جنوب شرق غرب یه لحظه من گوش بده فقط خواهشم اینه اونجوری که من میگم یاد بگیر بعضی معلم ها اینو 90 درجه عمودشو میگن شمال و بالا رو جابجا میگن ولش کن اینی که من میگم یاد بگیر تو صفحه کاغذ بالاش یعنی اینجا میشه شمالش جنوبش شرقش غربش میومدی بیرون از سفر رو توی سال 11 هم بهش میگفتیم برونسو یا بالا این اصولی تره منطقی تره بری پایین رو بهش میگیم درون سو یا چی؟ پایین درون سو یا پایین مثل همان نکته دو در فضای سه‌بعدی در فضای سه‌بعدی شش جهت اصلی وجود دارد بنویس شمال جنوب شرق غرب بالا پایین شمال جنوب شرق غرب بالا پایین اگه دلت هم میخواد میتونی این شکل رو براش یادداشت کنی ببین صفحه کاغذ شماست اگه اینو بگیری صفحه کاغذ ببین این ور رو میگیری شمال این ور رو میگیری جنوب این ور رو میگیری شرق این ور رو میگیری غرب مثل قطنما حالا اگر از صفحه کاغذ بیای بیرون نگاه کن اگر از صفحه کاغذ بیای بیرون اینو بهش میگیم بالا اگر از صفحه کاغذ بری پایین اینو بهش میگیم چی؟ پایین گرفتی؟ پس ما شش جهت اصلی داریم در فضا پرنده میخواد پرواز کنه پرنده روی صفحه پرواز میکنه نه میاد پایین اوج میگیره میره بالا فرود میکنه فراز داره کلی داستان داره خب این یه نکته یه نکته هم از هندسه بهتون یاد بدم یاد که البته قطعا همتون میدونید یادآوری کنم این شکل بنده رو ببینین لایو برای کنکور 1400 راه حلش چقدر کوتاه‌تر شد؟ نه تقسیم میخواد نه هیچی مشاور و برنامه‌ریز تحصیلی از استودیو کلایو ارتیا چی رو به چی وصل میکردن؟ ماهیچه به استخوان و ربات ها چی کار میکردن؟ استخوان به استخوان تشکیل شده از نکاتی ساده مفاهیمی عمیق ۱۴۰۰ یا خیلی کار داری گاز کربن مونوکسید تو هوا باشه اشکالی نداره از یه حد استانداردی که بگذره آلاینده محسوب میشه کلایو کلاس لایو ببین این رو بهش بگیم یه دونه مکعب مستطیل خب اگر این رو یه دونه مکعب مستطیل بنامیم شما
این رو توی هندسه بهش چی میگفتید؟ اگه از کنج اینوری من وصل کنم به کنج اینوری، میبینین؟ اینو بهش میگفتین قطر بزرگ مکعب مستطیل. قطر چی؟ قطر بزرگ. یه بار دیگه یه ذره ریستر با هم بریم. ببین، فرض کنید که این ضلع کفیشه، یعنی صفحه پایینیشه. خب ما این رو، این ازلایی که داریم، اینو بهش میگیم مثلا آ، اینو بهش میگیم چی؟ بی. خب شما اگر بخواین اینجا، میدونید یه مستطیل عموده، دارم دید سه بعدی میکشم، این مدلی شده، یه مستطیل عموده، میخوام قطر این پایینیشو بکشم. اگه این قطر رو، چون اینا بر هم عمودن دیگه، میدونی، اگه من بخوام این قطر رو بکشم، این قطر داخلیشه، قطر بزرگ نیست، قطر کوچیکشه. خب اگه من بخوام اینو بکشم، قبول دارید این میشه وتر این مثلثه؟ اگه بخواین اندازش رو به دست بیارین، اگه بخواین اندازه اینو به دست بیارین، میشه رادیکال آ دو به اضافه بی دو طبق فیثاغورس. حالا اگر این مکعب مستطیل شما، اگر این مکعب مستطیل شما از دید سه بعدی نگاش کنین، از دید چند بعدی نگاش کنین، دید سه بعدی نگاش کنین، خب میخوام به من بگی اینو بهش چی میگیم؟ از کنج اینوری میخوام وصلش کنم به کنج اونوری. اینو بهش میگفتیم چی؟ اینو بهش میگیم قطر بزرگ مکعب مستطیل. خب من میخوام یه مثلث قائم الزاویه تجسم کنی. اگه یه مثلث قائم الزاویه تجسم کنی، ببین این مثلث رو نگاه کن، این دوتا ضلعش دقیقاً بر هم عمودن. فکر کنم دیده سه بعدیشو تونستی بگیری. بیا اینجا، بیا با من رو وال، بیا رو با من رو وال. این یه ضلعه که دقیقاً این قائم عمودش اومده بالا. اینو میگیم چی؟ بالا. الان این دوتا بر هم چیان؟ عمودن. پس این میشه وتر یه مثلث قائم الزاویه‌ای که یه ضلعش وتر یه مثلث دیگه بوده، رادیکال آ دو به اضافه بی دو. این ضلعش هم که سی تا، سی انگلیسی منظورمه، سی اومده بالا. پس این وتر رو بخوایم حساب کنیم، این ضلع رو بهش میگم سی. پس اگر من این وتر رو بخوام حسابش کنم، میشه این ضلع به توان دو به اضافه این ضلع به توان دو. خب این زل مگه نبوده رادیکال آ دو به اضافه بی دو؟ به توان دو که میرسونی رادیکالش پر، خدا حافظ رادیکال. پس میشه آ دو مرتب مینویسم بی دو سی دو. این رابطه ای بوده که توی هندسه خونده بودین، فکر میکنم تو راهنماییتون فضایی. پس قطر بزرگتون میشه رادیکال آ دو به اضافه بی دو به اضافه سی دو. تموم شد. اینو یه اسکرین شات بگیر که تو جزوت یادداشتش کنی. قطر بزرگ میشه رادیکال آ دو به اضافه بی دو به اضافه سی دو. بریم رو جزوه، برو بریم. حالا سوالو باید این مدلی حلش کنی. یه بار دیگه میخونیم. تو همین پنج دقیقه چقدر تفکرت قطعا عوض شده. بیا با هم بخونیمش. بیا پایین با هم بخونیمش. پرنده‌ای که با تندی ثابت پرواز میکنه، خب باشه، مبارکش باشه. ابتدا سیمت به طرف شمال،
سپس 40 متر به طرف شرق. الان ما یه دونه شمال داریم یه دونه شرق داریم، این شمال و این شرق دوتاشون تو صفن. راه رفتن من یادت میاد دوربین بالا رو به من میشه بدین، مرسی. این راه رفتن من بود، داره میره شمال، اوکی بال زد رفت شمال، حالا بال میزنه میره کجا؟ شرق. بیا بال زد رفت شرق، حالا چیکار میخواد بکنه؟ میخواد 120 متر بال بزنه بره بالا. بال میزنه ولی دیگه بالا نمیتونم برم، ببخشید. میره بالا، یعنی اینجا. اگه بخوام شکلشو براتون بکشم اینجوری میشه. خوب گوش بده به من. پس این شکل غلط کامل. پرنده شما اینجوری حرکت کرده. اول رفته 30 متر شمال، 40 متر شرق. بیا. سی متر شمال، حتی یه ذره اندازه شما خواهم کوچیک کنم. سی متر اومده شمال، 40 متر رفته شرق، 120 متر رفته بالا. یه دقیقه اجازه بده، هیچی نگو، شک هنوز کامل نشده. این یه 30 تا، یه 40 تا، یه 120 تا. درست اعداد؟ بله. شکل تا حالا بذار برات کاملش کنم. الان باید دیده درست داشته باشی. پرنده شما اینجوری پرواز کرده، 30 تا رفته شمال. بچه ها اینو کج نکشیدم، اما شمال تو، چون تو صفحه میخواستم سه بودی نشون بدم، شمال بوده این، این 40 متر من بوده شرق، 40 متر من خوب گوش بده بده بوده سمت شرق، 120 متر بوده بالا. آها الان یعنی پرنده ما دو بودی پرواز کرده یا سه بودی؟ معلومه دیگه سه بودی پرواز کرده، شمال، شرق، بالا. خب حالا دیگه تموم شد، میخواییم با هم شروع کنیم حل کردن. چیاشو میخواییم به دست بیاریم؟ میخواییم جا به جایی و مسافتشو به دست بیاریم. خب بریم اول با هم جا به جاییشو بکشیم، چون همه دغدغه‌مون رو جا به جاییش بود. نگاه کن، اینجا استارتشه، اینجا استارت شکلمونه، اینجا پایان شکلمونه. این از اینجا رفته به این سمت. خب من میام یه بار دیگه ریویو کنی، منو یه لحظه میبینی؟ جا به جایی این بود، اولش میبینیش چه چطور میبندی؟ مهم نیست، مهم نیست چه مسیری رو طی کرده، هر کاری دوست داره بکنه به من چه، مهم اینه که اول اینجا بوده، آخر آخرش اینجاست. جا به جایی یعنی برداری بود، کمیتی برداری بود که ابتدای حرکت را به انتهای حرکت متصل می کند. پس من میام ابتدای حرکت رو وصل می کنم به انتهای حرکت، این میشه بردار جا به جایی من، این میشه بردار جا به جایی. حالا نگاش کنین، این الان قطر مکعب مستطیلتونه، قطر بزرگشه. میشه با من بیروبال؟ نگاه کن، شما از این کنج پایین رفتی کنج بالا، یعنی تو اتاقت که نشستی اینجوریه، از این کنج پایین رفتی اون کنج بالا، گوشه پایینی گوشه بالا، اینم هم همینه، از این گوشه پایین رفته گوشه بالا، این میشه چی؟ بردار جا به جاییمون. من میخوام اینو به دستش بیارم. یه بار دیگه میخوای اثبات مثلثا رو بگم؟ ببین ما اینجا یه مثلث قائم مساوی داشتیم، این قطرمون بود، نگاه کن این قطرمون بود، این اگر این 30 بود اینم 30 بود، این 40 بود اینم 40 بود، پس این 30 باشه این 40 باشه، این میشه وترمون. اعداد طلایی نیست؟ چرا؟ مثلث گلده. این 30ه این 40ه، پس وتر شما میشه چند؟ 50.
این یه مثلث قائم مزدویه. یه لحظه رو وال بمونین شما. یک لحظه رو وال بمونین. آها. این بوده چی؟ این بوده رادیکال. سی به توان دو. چهل به توان دو. میشه چند؟ پنجاه. همش هم زیر رادیکال. خب. حالا. حالا ما اینجا مثلثی که داریم یه مثلث قائم الزاویه است. این پنجاهه. این صد و بیسته. این دوتا چون بر هم عمودن. این دوتا چون بر هم دیگه عمودن. این میشه وترش. بازم لطفا رو وال بمونین. پس این دوتا چون بر هم عمودن، ما الان که میخواییم وتر یا همون قطر بزرگ رو حساب کنیم، ما چون میخواییم قطر بزرگ رو حساب کنیم، میشه رادیکال 50 به توان 2 به اضافه 120 به توان 2. منو ببین، نگاه کن، این دلتا ایکس ما وتر این مثلث قائم الزاویه است. مثلث قائم الزاویه سه بعدی فضایی. این 50، این 120، این وتر ما. تموم شد و رفت. یه 50 تا یه 120 تا وترمون رو می‌خوایم حساب کنیم. بگو ببینم اعداد طلایی هست یا نه. یه لحظه این وال رو ببین. اگه الان میخواییم جا به جایی رو حساب کنیم، اگه دلتا ایکس رو میخواییم حساب کنیم، میشه 50 به توان 2 120 به توان 2. این مثلثی که داریم رو نگاه کن، اینجا 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 50 به توان 2 120 به توان 2. مثلث گلدمون هست. مثلث گلدمون چی بود؟ 3 4 5. این که 3 نداره، 4 هم نداره، ولش کن، نیست. روز گلد رو چک کن. روز گلد این بود 5 12 13 و تر میشد 13. حالا این لعنتی 5 نیست، 50 به درک. 50 به توان 2 120 به توان 2 این میشه چند؟ بگو بلند. 130. آوری کلا، تموم شد. بالاخره جا به جایی به دست اومد. دلتا ایکس ما میشه 130 متر. تمام. 130 متر. خب چه سوالی بود. بریم حلش کنیم. جا به جاییمون رو حساب کردیم، 130 متر. حالا مسافت رو حساب نکردیم. اگه بخوایم مسافت رو حساب کنیم، مسافت که آسونه، همه رو با هم جمع میکنیم. بدبخت یه 30 متر بال زده، یه 40 متر بال زده، همه رو میشماریم چون خسته شده این 30 متر و 40 متر رو. یه 120 متر هم که رفته بالا، 150 با 40 تا 190 تا. مسافتمون چند شد؟ 190 متر. خب اینو جدا کنم، بدون این راه حل هیچ ربطی به این نداره. خب یه بار کوتاه در حد چند دقیقه براتون توضیح بدم. پرنده ما، خدایی نگاه میکنی چه سوالایی دارم برات حل میکنم. هر سوالی که به ذهن طراح چه برسه، چه قرار باشه 5 سال بعد برسه، نمیدونم، هر چیزی که امکان داره تو کنکور بیاد رو باید توی کلایو فیزیک حتما باهات کار کرده باشم، حتما دیده باشی. باید مغزت خیلی فراتر از اون چیزی باشه که قرار تو کنکور بیاد. ببین، یعنی این اعتماد به نفس تو دوست دارم. دانش آموزای من همیشه یه جوری انقدر قلدر میشن، انقدر شاخ میشن، هر سوالی بدی بهشون حل میکنن. چرا؟ چون سر کلاس به شدت سوالای خوبی دیدن. حتی اینجوری بهتون بگم، یه سوالی رو نخونده باشن، انقدر با اعتماد به نفس نگاش میکنن، انقدر پالس مثبت میدن، انقدر مطمئنن به خودشون که همون موقع درست فکر میکنن، حل میکنن. چرا؟ چون سر کلاس همچین سوالایی دیدن. مغزه باز شده دیگه، دیده صفحه نیست، دیده سه بوده. خیلی این موضوع مهمه. یادآوری کنیم، پرنده 30 تا رفته شمال، 40 تا شرق، فعلا تو صفحه است. حالا که 120 تا میاد بالا میشه تو فضا. الان جا به جاییش رو رسم کنیم. چون شمال و شرق بر هم عمودن و بالا بر دوتای اینا عموده، یه مکعب مستطیل سه بعدی میسازه که جا به جایی ما میشه قطر بزرگش.
قطر بزرگش رو حساب کردم 130 متر. مسافتش رو میخواستیم حساب کنیم. آقا چجوری شد 130؟ ببین 30 و 40 وترشون 50 بود، این میشه 50. حالا اینجا یه مثلث قائم الزاویه داری که میبینی قرمزا بر هم بودن این دوتا، پس این وترشه. رادیکال 50 به توان 2، 120 به توان 2. نکات اول گفتم مثلث رزگلدمون بود 5 12 13، حالا 50 120 130، تمام شد جابجاییمون 130 متر. مسافتمون 1 30 تا 1 40 تا 120 تا جمع کردیم 190 متر. مرسی، عالی بود. خب دانش آموز میگه آقا اگه تو کنکور به من اینجوری سوال دادن، من باید برم مثل شما شکل سه‌بعدی بکشم، من مربع و مثلث هم نمیتونم بکشم. میگم نه نمیخواد، تو فقط ببین، شما فقط ببین، بیا یه کاری کن. ببین به شما بگن شرق غرب، بالا پایین، جنوب شمال، اینا همیشه بر هم عمودن. شمال و جنوب بر شرق و غرب، بر بالا پایین، ستا بر هم عمودن، پس همیشه یه شکل سه‌بعدی مکعب مستطیل میسازه. حالا ممکنه ستا با هم برابر باشن بشه مکعب، مهم نیست، عموما مکعب مستطیله. مکعب چون حالت خاصی از مکعب مستطیله، ما کلیشو میگیم مکعب مستطیل. تو این سواله که پرنده دیوونه شده، شرق میره، غرب میره، بالا میره، پایین میاد، جنوب میره، شمال میره، چون سه‌بعدی داره حرکت میکنه، چون سه‌بعدی داره حرکت میکنه، جا به جاییشو خواستی حساب کنی، این مدلی برام حساب کن. خوب گوش کن، جا به جاییشو برام این مدلی حساب میکنی. میگی جا به جایی پرنده میشه رادیکال A2 به اضافه B2 به اضافه C2. این A رو به نمایندگی از شمال یا جنوب میگیری، اینو شرق یا غرب میگیری، اینو بالا یا پایین میگیری، و این ستا بر هم عمود هستند. تمام. پس آ رو چی میگیری؟ شمال یا به قول فارسی زبان ها جنوب. بی رو میگیری یا شرق یا غرب. سی رو چی میگیری؟ بالا یا پایین. حالا اگه توی سوالی بهت گفت پرنده یه بار 40 متر میره بالا، پرنده یه بار 40 متر میره بالا، بعد 10 متر میاد پایین، خب باشه کلن میگیری 30 تا بالا دیگه، این که نکته نداره، حواست باشه. خب این از این سوال وحشتناک وحشی، بریم ادامه. پرسش میگه پرنده‌ای با تندی ثابت 20 متر بر ثانیه 60 متر به طرف جنوب، سپس با تندی ثابت 40 متر بر ثانیه 80 متر به طرف غرب، تا الان تو صفحه است، جنوب غرب، و در نهایت 240 متر را با تندی ثابت 48 پرواز میکنه به سمت پایین. 240 متر با 48 میره پایین. تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط رو بگو. یعنی شما الان مسافت و جابجایی رو که بلدی حساب کنی، سه‌بعدیه. لطفاً زمان هر کدومم با توجه به سرعت ها حساب کن. سه ثانیه 60 تا، چند ثانیه میشه 80 تا؟ خب 4 ثانیه. اینجوری زمانهای کلن به دست بیار، مسافت رو به زمان تقسیم کن، جا به جایی رو به زمان تقسیم کن. 1 دقیقه بهتون فرصت میدم، دلم میخواد همه به جواب برسین. شروع شد. کلاس لایو. برای کنکور 1400
لایو، کلاس لایو. خب فکر کردین به جواب برسین، یه 5 ثانیه دیگه فرصت دارین. واقعا آقا چندن الان؟ یکیش برد. آقا دیگه تموم، دیگه شاید روز از این بهتر نمیشه. امروز من داشتم میومدم فکر میکردم روز بدیه، ولی روز خوبی شد. به خاطر اینکه داشتم میومدم یه گروه رفته بود توی فن ماشین گیر کرده بود، بدبخت شدم تا بیان و درست کنن این داستانه، ولی الان دیگه کلن روز خوبی بود، ایدئال ایدئال بود. آقا تبریک میگم. کی شام میده حالا اینجا؟ خب آقا مبارکه. بچه ها من اطلاعاتی که بهمون داده رو براتون می‌نویسم. حالا که پرسپولیس گل زده سعی می‌کنیم همه رو خیلی خوب توضیح بدیم. انرژی گرفتیم مثلا، انگار نه انگار 3 ساعت رو به سر کلاسیم. پرندمون با تندی 20 متر بر ثانیه 60 متر رفته به سمت جنوب. ببین شکل می‌خوای نکشی نکشی، ایرادی نداره ها. سر جلسه که دیگه وقت نیست بری دو ست شکل سه بودی بکشی پاک کنی فلان کنی، بعد سوال از قبل دیده باشی. خب بعد چه اتفاقی افتاده؟ بعد با تندی ثابت 40 متر بر ثانیه، تندی ها ثابته، 80 متر رفته به سمت غرب و در نهایت هم 240 متر رو با تندی 48 متر بر ثانیه رفته به سمت کجا؟ پایین. خب بیا اول زمانا رو به دست بیاریم، چون جابجایی مسافت رو که بهت یاد دادم. ببین اینجا رو دلم میخواد خودت درست بگی. هر ثانیه داری 20 متر میری، هر ثانیه 20 متر بری 2 ثانیه میشی 40 تا، 3 ثانیه میشی 60 تا. پس چند ثانیه بری بشی 60 تا؟ 3 ثانیه. زمانی که این 60 متر رو میخواد بال بزنه بره 3 ثانیه است. این از این. پایینیشو بگی. هر ثانیه 40 متر رفته، 2 ثانیه میشه چند متر؟ 80 متر. پس 2 ثانیه بوده. اینو از قص عددشو اینجوری بهت دادم. هر ثانیه 48 تا میری، چند تا 48 تا بری بشه 240 تا؟ یعنی چند ضرب در 48 برابر میشه با 240؟ اگه حلش کنی میشه 240 تقسیم با... یعنی 240 بالا 48 میره پایین. ساده کنی میشه 10 دوم یعنی چند؟ 5. پس زمانی که این طول میکشه میشه 5 ثانیه. خب حالا چی از همون خواسته؟ تندی متوسط. ما میریم دونه دونه حل میکنیم. اگر بخوایم مسافت رو به دست بیاریم همه رو میشماریم. 60 تا رفته جنوب، یه 60 تا. 40 تا نه، 80 تا رفته غرب، 80 متر. یه 60 تا، 8 تا یه دونه اینو چرا متر بر ثانیه نوشتیم؟ متره. در نهایت هم یه 240 متر رفته کجا؟ پایین. خب این که میشه 140، 140 و 240 380. ما 380 متر مسافت طی کردیم. این از این. اگه بخوایم جا به جاییش رو هم به دست بیاریم، اگه بخوایم جا به جایی رو به دست بیاریم میشه رادیکال حسابش میکنیم. میدونیم دیگه ستا بر هم عمودن، نکته سوال قبلی بود. 60 بتوان 2، 80 بتوان 2، به اضافه 240 بتوان چند؟ 2. یا قمر منیر بنی هاشم. اینا رو باید حساب کنیم سر جلسه؟ نه من میام برات حساب میکنم، باید یاد بگیری حساب کنی دیگه. خب اینا قلق داره. ببین باید یه کوچولو تیز باشی، اون مثلثا رو بیاری وسط. به قرآن، به ابوالفضل، تو کنکور اعدادی به جز گلد و رزگلد به شما نمیدن. 6 8 سری 6 8 برایند 10. این دوتا بر هم عمودن، 6 به توان 2، 8 به توان 2 میشه 10 به توان 2. حالا 60 به توان 2، 80 به توان 2 میشه 100.
پس این دوتا به جاش بذار چند؟ صد. این میشه صد به توان دو. این چنده؟ 240 به توان دو. پس الان بردار جا به جایی ما یک کوچولو بهتر شد. چی شد؟ شد 100 به توان 2 240 به توان 2. بالایی رو چیکار کردیم؟ گفتیم 60 و 80 میشه 100. من یواشکی تقلبت میرسونم. مثلث چی رو زدیم؟ گلد. حالا اینو بگو ببینم، این احتمالاً گلد نیست دیگه، به خاطر اینکه 3 4 5 این کوچیکه 3 نیست. 100 زد داره چند بشه؟ بشه 3 زد داره چند بشه؟ بشه 100. نمیشه ضرب در 100 سوم، چون اینم دیگه نمیشه 4 ضرب در 100 سوم، میشه 400 سوم، 240 نمیشه. این احتمالاً رزگلده. کوچیکه رو گفتم 5 بگیری یا 12؟ آقا معلومه دیگه 5. 5 ضرب در یه کوفتی، ضرب در یه چیزی. اینو میگیم چی؟ 12 ضرب در یه کوفتی. پس جوابمون اگر اینا کوفتاش یکی باشن میشه 13 ضرب در یه کوفتی. کوفتو شما باید به من بگین. 5 ضرب در چند؟ ضرب در 20. 12 آیا ضرب در 20 میشه 240؟ بله. پس اینو میگیم 13 ضرب در 20 میشه 260. تمام. جابجاییمون شد 260 متر. به همین خوشگلی. حالا از همون تندی متوسط و سرعت متوسط رو خواسته، حساب میکنیم. S average یعنی تندی متوسط میشه مقدار مسافت به زمان. مسافتی که طی کردیم 380 متر بوده. بچه زمان کل رو باید بشماریم، یه 3 ثانیه، یه 2 ثانیه، یه 5 ثانیه. اینجا رو می نویسم یه 3، یه 2، یه 5، کلن 10. 380 به روی 10 هم که دیگه تابلوه، میشه 38 متر بر ثانیه. این از مسافتمون. حالا میریم سراغ سرعت متوسطمون، میشه مقدار جا به جایی تقسیم بر زمان. جا به جاییمون هم که حساب کردیم 260. زمانمون چنده؟ 10. میشه 26 متر بر ثانیه. مطمئنم به همین جواب رسیدید. خیلی خوب بود، خیلی خوب، خیلی اوکی. خب اینم یه مدل سوال دیگه. خب بریم، پرسشم حل کردیم، بریم ادامه. آونگی را مطابق شکل، بچه این سواله که آونگ داریم، منو ببین، این سواله که آونگ داریم مثل اون سوالهی بود که رو دایره میچرخیدیم آرتتا میزدیم، چون کمان بود دیگه. تو آونگ هم همینه، چون از یه مبدعی آویزونه رو اون مبدعی میچرخه، اون میشه مرکز دایره. پس به مرکز دایره و شعاع دایره همون طول آونگه، یه قوس میزنه. حالا اگه محکم حالش بدی مثل چرخ و فلک میشه، یه دایره کامل میشه. اگه آروم حالش بدی بخشی از یه کمانو میره. پس حرکت آونگی که از یک نقطه آویزونه، حرکتش بخشی از دایره است، کمانش بخشی از دایره است. پس اگه طول کمانو میخوای آرتتا میزنی. من یک دقیقه پس به شما فرصت میدم.
خب لطفاً سر بالا ببینم. ما آونگو از نقطه آ رها کردیم تا در طرف دیگر تا نقطه بی بالا بره. بچه ما وقتی اینو رها میکنیم این مسیریه که طی کرده. گفتم چون آونگ از یه مرکز متصل از یه نقطه آویزونه، رهاش میکنیم یه دایره میزنه میره بالا. البته نه یه دایره کامل، بخشی از دایره. خب ما اگر طول این کمانه رو به دست بیاریم میشه مسافت طی شدمون. پس من لازم دارم مسافت رو حساب کنم. مسافتی که میخوام حسابش کنم میشه آر تتا. آر چنده؟ نگفته، چون نسبت میخواد همون طول آونگ رو بگیر ال. پس این میشه ال ضرب در چی؟ ضرب در تتا. تتایی که داریم چنده؟ ببین تتایی که داریم 120 درجه چرخیدیم، 120 درجه دوتا شستاست، هر 60 درجه بوده پی سوم، پس 120 میشه 2 پی سوم. مسافتمون میشه ال تا 2 پی سوم. همین، کارش نداشته باش، خودش همینجوری خوشگله به تنهایی. دیگه چی بهمون گفته؟ گفته جا به جاییشو حساب کن. جا به جایی یعنی نقطه شروعمون اینجاست، استارتمون. مسیر که به ما ربطی نداره، هر جا رفته برای خودش رفته. مهم اینه که استارت اینجاست، پایان اینجاست. من میام این دوتا رو به هم وصل میکنم. خب آقا شما گفتی که این اگر اینجوری باشه حالت خاصه. این الان چه مثلثیه که این اله؟ باشه اینم اله، ولی این چی میشه؟ اوکی، میدونی باید چی کار کنی؟ اینو بهتر دوتا مثلث کوچیکترش کنی. ببین این یه مثلث قائم و زاویه، اینم همون مثلث قائم و زاویه است. پس اگه میخوای خیلی اذیت نکنی خودتو اینو به دست بیار. آقا این مثلث قائم و زاویه رو چجوری به دستش بیاریم؟ بیا من اینجا بهت بگم. این زاویه مگه 60 درجه نیست؟ بله. این مگر طول آونگ نیست؟ بله. شما ضلع روبروی 60 رو میخواین، پس از 60 درجه سینوسش رو بگیرین. سینوس 60 درجه میشه ضلع مقابل. بعد دقت کن، این کلن جا به جای شماست، یعنی این تو مثلث سمت چپی رو بری با اینو بری میشه جا به جای کل. این سبزه میشه جا به جایی کل. حالا که این دوتا مثلث ها مثل همن، یعنی هر کدوم نصفه، پس اینجا میشه نصف جا به جایی دلتا ایکس دوم. ضلع روبرو به زاویه 60 دلتا ایکس دومه، پس میشه نسبت دلتا ایکس دوم به وتر. وترمون چیه؟ ال. شروع میکنیم حل کردن. سینوس 60 درجه رو که دیگه بلدی، رادیکال 3 دوم برابر میشه با دلتا ایکس دوم، دو میره تو مخرج، دلتا ایکس به روی چی؟ دو ال. دو رو با دو میزنی، دو رو با دو چیکار میکنی؟ میزنی میره، پس دلتا ایکسمون میشه رادیکال سه ال. جا به جاییمون به دست اومد، رادیکال سه ال. گفته مسافت چند برابر چیه؟ جا به جاییه. خواسته یه سوال، یعنی همون جواب رو میخوام به دست بیارم. نسبت چیو میخوام به دست بیارم؟ مسافت به جابجایی. یه بار دیگه توضیح میدم آخرش، فعلا گوش بدیم به جواب برسم. رادیکال 3L رو تقسیم بر L ضرب در 2P سوم میکنیم. L با L از بین میره، این میره بالا، میشه 3 رادیکال 3 بروی 2P. پی اگه گفته بود 3 بگیر که با 3 میزنی میشه رادیکال 3 دوم. خب بیاین رو وال براتون توضیح بدم ببینم. ما آونگو از این نقطه آر رهاش میکنیم، یه بخشی از کمان دایره 120 درجه رو میزنه میاد این نقطه، 120 درجه چرخید اومد این نقطه. این زرده میشه مسافتی که طی کرده. مسافتی که طی کرده چون بخشی از کمانه شده آر تتا. آرش شعا همون طول آونگه، چون طول آونگ اینجوری کمان میزنه میاد اینجا، پس میشه ال ضرب در تتا. فقط یادت باشه 120 که چرخیدی رو من رادیان گفتم، 2 پی سوم. مسافتم شد ال تا 2 پی سوم.
جا به جایی رو میخوام نقطه شروع و به پایان وصل میکنم. این یه مثلث متساوی و ساقین میسازه که اینو نمیدونیم. اوکی، دو تا مثلث کوچیکتر گرفتیمش، یه بیرون کشیدم برات، یه مثلثی کشیدیم که این زاویه 60 و ترش ال، همون طول آونگ شعاع دایره است. ما ضلع روبروشو میخوایم، اسم ضلع روبرو رو گذاشتیم دلتا ایکس دوم. پس سینوس اینو میگیریم، سینوس 60 درجه میشه رادیکال 3 دوم نسبت ضلع روبرو یعنی دلتا ایکس دوم به وتر به ال که دو رفت پایین و ساده کردیم، دو رفت دلتا ایکسمون شد رادیکال 3 ال. خواسته یه سوال مسافت رو به جا به جایی خواسته، جا به جایی مسافت خواسته، مسافت به جا به جایی، مسافت به جا به جایی خواسته. پس بچه جوابو فقط من باید معکوس کنم به خاطر اینکه من جا به جایی به مسافت گرفتم، اینو معکوسش میکنیم، جوابمونم برعکس میشه. چون جوابمون مسافت رو به جا به جایی خواسته، مسافتمون چی شد؟ ال تا دو پی سوم. جا به جاییمون چی شد؟ رادیکال سه ال. ال با ال میره، این سه میاد پایین، میشه دو پی به روی سه رادیکال سه. اگر گویا کنی صورت و مخرج رو در رادیکال سه سوم ضرب کنی، رادیکال سه بره رادیکال سه ضرب کنی، این رادیکال سه در رادیکال سه میشه سه، سه ستام میشه نه تا، میشه دو پی رادیکال سه نهم گویا شدهش. جواب شما میشه دو پی رادیکال سه نهم. خب این از حل این سوال. اسکرین شاتش رو بگیرین اگه لازم دارین. مثال 4 رو هم حل کنیم، آخرین مثال امروزمون خواهد بود. مطابق شکل آونگی از نقطه آ رها شده و پس از 2 ثانیه برای اولین بار به نقطه B میرسه. اگر اندازه سرعت متوسط گلوله 1.5 متر بر ثانیه باشه، تندی متوسط گلوله رو به هم بگو. خب همون سوال بالایی، فقط اعدادش متفاوته. بچه یه چیزی، چون تایم نداریم اینو میتونید فکر کنید، چون عین بالایی جا به جای مسافتش رو میتونید پارامتری به دست بیارین. فقط یه راهنمایی کوچیک کنم، اندازه سرعت متوسطتون یعنی V average شده دلتا X به دلتا T. دلتا T تون چند ثانیه است؟ 2 ثانیه. اینم که بهتون داده 1.5، پس 2 تا 1.5 تا دلتا ایکستون میشه چی؟ 3. اگه دلتا ایکستون بشه 3، از رون چیزی که حساب کردیم، دلتا ایکس رو اینجا حساب کردیم، رادیکال 3L، رادیکال 3L شده 3. حسابش میکنید که میشه 3 رادیکال 3 و شروع میکنید حل کردن. خب جزوه مفهومی نامه‌ای که از مبحث حرکت شناسی دارین رو میتونید چند تا تست اولش که مربوط به تندی، مسافت، جابجایی، تندی متوسط هست رو حل کنید. انشاءالله جلسه بعد حرکت شناسی این قسمت رو تموم میکنیم، نکات ریاضی، و میریم سراغ اصل داستان حرکت شناسی که مفاهیمشه. اینا یه مقداری تکنیک بود، سوالایی بود که ترکیب میکردن، البته که خیلی عالی بود، البته که تست داره و البته که خوب یاد گرفتین. خیلی خیلی خسته نباشین، امروز واقعا جلسه خوبی بود، حضورتون همه چی عالی. امیدوارم که روز خوبی رو در پایان سپری کنید و به تکالیف فیزیکتونم برسین. مرسی، خسته نباشین، خدا نگهدارتون.